سلام، حالتون چطوره؟ همونطور که در ابتدای این ویدیو دیدین و فکر کنم متوجه شدین، امروز میخوایم ملودی آهنگ ایزل رو با همدیگه کار کنیم و به سادگی اون رو یاد بگیریم. سریال ایزل. توی این آموزش براتون تبلچر، نوت و آکورد رو گذاشتم. هر کی که نوت براش سخت بود زدنش میتونه از تبلچر استفاده بکنه، که توی طی این ویدیو اول نوت رو یاد دادم، بعد تبلچر و بعد آکورد آهنگ رو. آکورد یه جوریه که به هر حال ما می‌خواستیم آکوردها رو هم از این آهنگ بدونید، ولی اصل قضیهش همون نوت و تبلچره که میتونید یاد بگیرید و به سادگی این آهنگ رو بزنید. خیلی ممنون از اینکه ما رو تماشا میکنید. لطف کنید ما رو سابسکرایب کنید و حتما اون زنگوله کنارش رو بزنید تا ویدیوهای بعدیمون براتون بیاد. خب دیگه زیاد حرف نزنم، بریم سراغ آموزش ملودی این آهنگ به صورت نوت و تبلچر. خب دوستان، ما برای زدن ملودی این آهنگ نیاز به تکنیک دست راست آپویاندو داریم. آپویاندو به چه شکل؟ ببینید، با این دوتا انگشت. آپویاندو اصلا به معنی تکیه است تو گیتار، یعنی وقتی سیمتون زده میشه و انگشتتون بعدش میاد زیر سیم بالایی به این شکل میخوابه. ببینید، زیر این سیم قرار میگیره، شستتون رو سیم 6 میذارید، میاد بالا زیر سیم بالایی به این شکل میخوابه. فقط حواستون باشه که یه دونه اگر آی رو زدین این انگشت، یه دونه هم با انگشت دوم باید یعنی بزنید. میزه آی بعد ام بعد آی بعد ام، و حواستون باشه که این دوتا انگشت زیاد از همدیگه فاصله ندید، نزدیک همدیگه باشن به این شکل. به این حالت میگن آپویاندو، یعنی یه نوتو اگر با آی زدیم بعدی باید با حتما ام باشه. اینو یادتون باشه، چه با تبلچر بخواید بزنید چه با نوت، این توی دست راست یکسانه. یعنی اولی آی، بعد وقتی که این داره میخوره بعدی رو برمیدارید، این میزنه بعدی رو برمیدارید، این میزنه بعدی رو برمیدارید. به این میگن آپویاندو، که توضیح کاملش رو توی ویدیوهای قبلی دادم، یا بچه که خب قبلا گیتار زدن این تکنیک رو باید بلد باشن، یا با پیک میتونید بزنید، فرقی نمیکنه. چه با پیک چه با آپویاندو میتونید این تکنیک رو بزنید. یک دو. خب میریم سراغ ملودیش. ببینید ملودیش به این شکله که با نوت سول شروع میشه که روی سیم اول فرت سوم میشه، با انگشت دو میگیریدش. این شماره انگشته یه هم که بهتون میگم و حواستون بهش باشه چون خیلی مهمه. خب میگه سول، سیم یک فرت سه، بعد یه سکوت، یعنی سول رو کش میده، میگه سول. ببینید با آی دارم میزنم، بعدیشو با ام میزنم، آی ام. میگه سول، نوت سول رو کش میدیم، بعد چهار تا نوت پشت سر هم داره، یعنی فا دیز، سول، لا، بعد دوباره فا دیز. حالا اینو ما چجوری میزنیم؟ میگیم سول فا سول لا فا. ببینید، فا سول لا فا، یعنی از فرت دوم سیم یک میگیم فا سول لا فا. به اصطلاح اینجوری میشه، انگشت یک، انگشت دو، انگشت چهار، بعد دوباره انگشت یک، که میشه سول فا سول لا فا سول، دوباره سولو میزنیم. پس این شد بخش اول ما، شد یه سول گرد، سول که کششیه، بعد میگیم فا سول لا فا سول، همه اینو روی سیم یک زده میشه. توی بخش دوم دوباره با همین فا سول لا فا شروع میشه، فا سول لا فا. پس تا اینجا شد سول فا سول لا فا سول فا سول لا فا. این شد میزان چهارم ما. توی میزان پنجم چهار تا نوت سیاه داره که میگه سول می فا دیز ره. یه بار دیگه من از اول میزنم، میگه سول فرت سه، بعد از فرت دو چون فامون دیز هست میگه فا سول لا، بعد دوباره فا، بعد دوباره سول، بعد میشه دوباره همون تکرار میشه، یعنی فا سول لا فا به صورت چنگ، فا سول لا فا. بعد اینجا میگه سول، دوباره با انگشت دوم سولو میگیریم ولی به شکل سیاهی، یعنی تک ضربه سول. بعدش انگشتاتون رو بچه ها همه رو ور میدارید که انگشت یعنی سیم یک بتونه با آزاد زده بشه، چون به این شکل سول بعد می داره،
یعنی سیم یک آزاد، بعد میاد با انگشت دو، این دفعه که سولو گرفته بودین با انگشت دو میایین فادیزو میگیرید، یعنی به این شکل میشه میزان آخر، میگه سول، بعد انگشتاتون رو ور میدارید میشه می، بعد با انگشت دوم این دفعه میاد رو سیم یک همون فرت دو رو میگیرید که بشه فادیز، فادیز اینجا، بعد با انگشت سه تون در فرت سه سیم دو رو میگیرید که ره میشه. پس توی میزان آخر ما داریم، ببینید با انگشت دوم سولو گرفتیم، بعد ور میداریم دستباز سیم یک میشه می، بعد دوباره انگشت دوم رو میاریم میذاریم روی سیم یک فرت دو که میشه فادیز، بعد با انگشت سمون در فرت سه سیم دو رو میگیریم که بشه ره. اینجوری شما سیم خط اول، یعنی کل خط اول و این پنجشتا میزان رو کامل زدیم به این شکل. ببینید میگه سول فا سولا فا سول فا سولا فا، بعد ببینید سول انگشتاتون رو ور میدارید میشه می، بعد انگشت دو رو دوباره میذارید این دفعه به جای اینکه رو سول بود میارید روی فادیه فادیز، بعد با انگشت سم در فرت سه سیم دو رو میگیرید که میشه ره. خب میریم توی خط بعدی. توی خط بعدی دوباره دستباز سیم یک می رو داره، بعد دو میزنیم. دو کجاست توی گیتار ما؟ سیم دوم فرت یک، که با مثلا اگر می رو با آی زدیم دو رو با ام میزنیم، بچه ها حواستون باشه. بعد دوباره فادیز با انگشت دو روی سیم یک فرت دو میشه فادیز، بعد رم که همین توی میزان قبلی یکی دوتا میزان قبل تر داشتیم فرت سوم سیم دو، و بعد میره توی میزان آخر که میشه دوباره فادیز بعد دستباز می. من یه بار خط دوم رو براتون میزنم، سه تا میزانش رو که میشه می دو، بعد فا دیز فا دیز ری فا دیز می، یعنی به این شکل. و اینجوری شما کل این ملودی جذاب رو به راحتی میتونید بزنید. حالا میریم سراغ تبله چرش. اول که اصلا تبله چر خوندن به چه شکلیه بچه ها؟ تبله چر خوندن خیلی چیز ساده ایه به قول معروف. به چه شکلی انجام میشه؟ به این شکل شما 6 تا دونه سیم براتون کشیده میشه، 6 تا دونه سیم گیتاره. خب فقط تفاوتش اینه که مثلا سیم یک شما اینجاست، توی تبله چر این برعکسه، یعنی سیم یکتون میشه اون خط اول بالا. الان شما اگر دقت کنید روی خط مثلا 6 تا خطی که کشیده، روی اون ششمین خط به اصطلاح که همون اولین خطه که اون بالا هست یه سری عدد نوشته، اون عددها شماره های فرت هاست. خب حالا کسایی که بچه‌ای که نمیتونن با نوت ها بزنن میتونن اینجا با به قول معروف تبله چر خیلی راحت این رو اجرا بکنن. خب توی تبله چر ما توی میزان اول اگر دقت کنید نوشته سه، یه عدد سه رو نوشته. یعنی چی؟ یعنی میگه شما روی سیم یک، چون اون روی خط بالا نوشته، یعنی سیم یک، یعنی این سیم، خط بعدی پایینش میشه سیم دو و همینجور به ترتیب میاد تا سیم ششم. روی سیم اول نوشته سه و این یعنی شماره فرت، یعنی میگه فرت سوم رو اجرا کن، که ما مثل همون موقعی که با نوت زدیم فرت سوم رو با انگشت دو میگیریم روی سیم یک میگیم سول، بعد توی فرت دوم زده دو سه پنج دو. یعنی چی؟ یعنی همونی که بهتون توی نوت زدن توضیح دادم، گفته فرت دو، فرت سه، فرت پنج و فرت دو، همون ملودی که براتون زدم میگم به این شکل فا سول لا فا. خب اینجا همونه، میگه فرت دو، فرت سه، فرت پنج، فرت دو. و توی میزان سوم یه سه دوباره نوشته، یعنی فرت سه رو بیا بزن. توی میزان چهارم دوباره اومده نوشته دو سه پنج دو، یعنی شماره های فرت ها رو نوشته دو سه پنج دو، میزان دوم سوم و پنجم و دوم دوباره. و توی میزان آخر نوشته سه صفر. حواستون باشه این صفر یعنی سیم آزاد، به این شکل سه، بعد نوشته صفر یعنی دستباز سیم اول، بعد دوباره نوشته دو و اینجا اومده توی سیم پایینیش اگر دقت کنید، یعنی سیم دوم، گفته با انگشت سه بیا فرت سوم بگیر، یعنی نوت ری رو. پس چی شد؟ میزان آخر نوشته سه، بعد دستباز، بعد فرت دو، بعد فرت سه سیم دوم،
میریم توی خط بعدیمون، یعنی تو خط دوم که بخوایم تبل چرش رو با هم دیگه بزنیم. تو این خط هم تبل چرش بسیار ساده است. میزان اول ما گفته دست باز یعنی صفر، یعنی سیم اول به صورت دست باز میزنید صفر. بعد گفته فلت یک سیم دوم. بعد توی میزان بعدی گفته فلت دو سیم یک. و بعد توی همون میزان گفته میری روی سیم دوم و فلت سه رو میگیری. و بعدش هم تو میزان آخر هم گفته توی سیم یک فلت دو و بعد دست باز. اینم راحت. اصلا تبل چرز زدن خیلی چیز ساده ایه بچه ها، یه ذره باش بر برین به سادگی میتونید ببینیدش. حالا که من نوتاش هم بالاتون براتون کشتم، مثلا اونایی که سیاه هست باید یه ذره کوتاه‌تر کشیده بشه، اونایی که سفیده باید بیشتر کشیده بشه، و حالا سفید نقطه دار رو گردم که طبیعتا بیشتر از این، مثلا حالا سفید نقطه دار مثلا 3 ضربه و گرد 4 ضرب. حالا شما میتونید حدودی هم اینا رو بکشین، زیاد درگیر این مسائل خودتون رو نکنید. خب طبق همون که توی این ویدیو گفته بودم که این رو بهتون یاد میدم، آکورداش هم طبق قولمون بهتون یاد میدم. این کلا 3 دونه آکورد داره، یکی می مینوره که خیلی ساده است، با انگشت دوم و سوم در فرت دوم سیم های 5 و 4 رو میگیرید، یعنی انگشت 1 و 4 بیکاره. این میشه می مینور که ای ام میشه. تو میزان اول میبینید که من خودم هم اگر دقت کرده باشین توی ابتدای آهنگ که اجرا کردم، در انتهاش یه آکورد می مینور رو به این شکل زدم. شما بعد از زدن ملودی در انتهاش وقتی گفتین مثلا فا می، بعد یه دونه می مینور میتونید بزنید. خب می مینور به این شکل. یه آکورد دیگه که داریم در میزان 4 میتونید ببینید سی مینوره. ببینید بچه‌ها، ما سی مینور رو به این شکل معمولا میگیریم. برای اینکه براتون ساده تر بشه میتونید باره رو نگیرید، یعنی انگشت یکتون رو فقط بذارید روی سیم یک، ولی اگه دقت کنید این 3 تا انگشت جایگاش تغییری نکرد. من اینو بهتون یاد میدم، سی مینور بهش میگم که با بی ام نشونش میدم. انگشت یک در فرت دو سیم یک، انگشت دو در فرت سه سیم دو، و انگشت سه و چهار زیر همدیگه قرار میگیرن، یعنی یه دونه رو چهار یه دونه روی سه به این شکل، یعنی سیم یک سیم دو سیم چهار و سیم سه به این شکل. این میشه سی مینور یا همون مثلا بی ام. خب حالا میریم یه دونه آکورد دیگه هم داره که لا مینوره که ای امه، که در فرت یک سیم دو، در فرت دو سیم چهار و در فرت دو سیم سه هست به شکل ای ام. فرت یک سیم دو، فرت دو سیم چهار و فرت دو سیم سه. پس شد می مینور، بعد سی مینور که گفتیم انگشت یکمون اینجا، دو اینجا و این دوتا هم اینجا، بعد لا مینور. این هم میشه 3 آکورد این آهنگ. خب پس ما بهتون نوت و تبلچه رو آکورد رو به راحتی یاد دادیم. خب دوستان، من سعی کردم خیلی ساده آکورد، تبلچر و ملودی آهنگ ایزل رو بهتون یاد بدم که بتونید بزنید، که هر 3 موردش رو در یک ویدیو یاد بگیرید. دوستانی که اگر برشون سخت نوت بزنن میتونن سراغ تبلچر برن، فقط نوتا رو هم نگاه کنند، اون نوتایی که کشش بیشتری داره رو یه ذره بیشتر بکشن. امیدوارم ویدیو تونسته باشه بهتون کمک کنه که بزنید آهنگ رو لذت ببرید. مرسی از اینکه ما رو تماشا میکنید، لطفا ما رو سابسکرایب کنید، حتما لطفا اون زنگوله کنارشم بزنید تا ویدیو آموزشی بعدی اون براتون بیاد و ببینید. امیدواریم که دوستشون داشته باشید. ما رو به دوستان علاقمند به موسیقیتون معرفی کنید. حتما لطفا اگر انتقادی یا پیشنهادی هست برامون تو کامنت ها بنویسید، و اگر دوست داشتین که تو کلاس ها شرکت کنید میتونید از طریق دایرکت اینستا با بنده در ارتباط باشید. امیدوارم همیشه لبتون خندون باشه و دلتون شاد. موفق باشید.